یکی از مهمترین ویژگی هایی که نظام جمهوری اسلامی به کشور تحمیل کرده این است که هیچ کس و هیچ نیرویی در جای خود نیست. از بنیانگذار و دو رهبر و مقاماتش گرفته تا قشرهای وسیعی از مردم که در حرفه و شغل و نقشی که میبایست باشند نیستند. پیامدهای مانند مهاجرت و نابسامانی‌های اجتماعی و روحی و روانی از جمله به همین نابجا بودن افراد و موقعیت‌ها که خود ناشی از ناهنگام بودن نظام جمهوری اسلامی است برمی‌گردد. در فرهنگ و زبان فارسی امثال و حکم متعدد درباره نابجایی و بیجایی وجود دارد، ولی عمدتاً معطوف به خواست و اراده خود افراد است و نه آنکه با آنها تحمیل شده باشد. کلاغی که می‌خواسته مثل کبک راه برود ولی راه رفتن خودش هم یادش رفت، یا خلق را تقلیدشان برباد داد، و یا لاک پشتی که دهانش را بیجا باز می‌کند، همگی کنایه از در جای خود قرار نداشتن و سخن و رفتار نابجاست. یکی از نکات شگفت‌انگیز انقلاب ملی ایران که اگرچه بذرهای آن همواره در خاک این سرزمین نهفته بود، اما نخستین نشانه‌های رویش و رشد آن از اعتراضات پاییز 1396 که در دی ماه به اوج خود رسید و در شعارهای بدی و بیبدیل مردم نمود پیدا کرد، همین بجا و به عبارت ادیبانه به هنگام بودن رفتار و گفتار مردم معترض است. شعار تاریخی و معنادار ما انقلاب کردیم چه اشتباه کردیم که تعیین تکلیف و نه به انقلاب 57 بود و پیش از نه به جمهوری اسلامی از سوی جامعه ابراز شد، توسط مردم اصفهان در آذر 96 بر زبان ها افتاد. نه به انقلاب 57 اما پیشینه دورتری دارد. نخستین بار زنان آزادی خواه بودند که در تظاهرات 17 اسفند 57 برابر با 8 مارس روز جهانی زن، یعنی کمتر از یک ماه پس از انقلاب ارتجایی، در واکنش به زمزمه های حجاب اجباری توسط خمینی به درستی ماهیت و مسیر آن انقلاب را تشخیص داده و شعار دادند ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. با این همه به علل مختلف نه تنها زنان بلکه وضعیت کل جامعه با همه تنوع و تفاوت و تکثرش توسط جمهوری اسلامی به عقب برگردانده شد. اکنون یکی از درس‌هایی که می‌بایست از 40 و اندی سال شرایط بیجا و ناهنگام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها گرفت این است که بجا و به هنگام بود، بجا و به هنگام گفت، بجا و به هنگام رفتار کرد. همچنین به اسم اتحاد یا ائتلاف مشکلات و تناقضات را به پس از سرنگونی حواله نکرد. بیتوجهی به نیروی محرکه انقلاب نیست، خطای مهلکی است که در سال 57 روی داد. آن زمان ارتجاع و استبداد مذهبی علیه دستاوردهای مشروطه و پهلوی نیروی محرکه انقلاب اسلامی بود و این زمان ترقی و آزادی عرفی و تداوم دستاوردهای مشروطه و پهلوی نیروی محرکه انقلاب ملی. جمع ازداد یعنی مدافعان دو انقلاب اگر هم ممکن باشد در بهترین حالت خودش به هدف نمی رسد و در بدترین حالت نمی گذارد مردم به هدف برسند.